شماری از هنرمندان ایرانی گفتند که برای نشان دادن همدلی خودشون با افکار عمومی که در اثر حوادث اخیر ایران جریحه‌دار شده، از شرکت در جشنواره‌های هنری امسال خودداری می‌کنند. چند گروه موسیقی، چند گروه تئاتر، چند سینماگر از جمله این هنرمندان هستند. چند اجرای هنری، نمایش و نمایشگاه هم لغو شده. مانیا اکبری، هنرمند و فیلمساز، با ما هستند روی خط اسکایپ. خانم اکبری، آنچه که الان رخ داده با چه هدفی داره انجام میشه؟ این هنرمندان خواسته روشنشون چیه؟ ابتدا سلام عرض میکنم. اجازه بدید تسلیت عرض کنم به کلی خانواده‌های جان باخته آبان ما و همچنین هواپیمای اوکراین و به کلی ایرانی های مقیم در دنیا. ببینید، من تصور میکنم در یک جامعه‌ای که امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی وجود نداره و مختله، در این همچین شرایطی واقعا هنر و هنرمند بودن به شدت بیفایده است و بیارزشه. در نتیجه ما باید به این موضوع به شدت آگاه باشیم که در طول تاریخ خیابان‌ها مرکز مبارزات روشنفکرها و اهل قلم و اهل اندیشه و هنرمندها بوده در کل دنیا. اما وقتی که ما در جامعه زندگی می‌کنیم که این بستر کاملا با یک محدودیت برای جامعه روشنفکر و هنرمند وجود داره، همونطور که می‌بینید وقتی خانم رخشان بنی اعتمادی اعلام می‌کنه و می‌خواد که هم درد مردم شه و به هر حال در فضای مجازی درخواست می‌کنه از مردم که همراه هم دیگه بشیم و این همدردی رو مشارکت کنیم، خب با توهین و و تهدید مواجه میشه. و همونطور به نمونه دیگرش، وقتی که فیلمسازی مثل آقای مسعود کیمیایی استعفا میده که به یک نوعی اعلام همدردی کنه با کلیه حوادث اخیر، نیروی فرادستری و نیروی مسلطتری از لحاظ قدرتی اقتداری چون تهیه کننده ماجرا رو تغییر میده. و خب در چنین شرایطی که سیستم به هر حال قدرت در طول این سال‌ها سیستم قدرت ایران اسلام سیاسی به کلیه لایه‌ها نفوذ کرده، از جمله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، و به هر حال در این همچین شرایطی هنرمند مستقل به یک نوعی زیر سؤال اعلام استقلال و با تفکر مستقلانه نمیتونه بکنه. خب اگر که هنرمند امکان همدلی و همراهی در بستر خیابان با مردم نداره، هنرمند یک بستر دیگه ای داره به نام اتاق فکر. در اتاق فکرش میتونه با بودنش و یا تصمیم گیری هاش و یا نبودنش اعلام موجودیت کنه و اعلام همدردی بکنه. به یک نوعی ما گاهی اوقات باید نتیجه برسیم که در اصل انفعال اوج فعله و گاهی اوقات نبودن ها اوج بودن هاست. و این یک نکته بسیار کلیدیه که ما در طول تاریخ باید نگاه کنیم که چطور سیستم به خصوص سینما که درگیر اقتصاده، چطور با خصوصی سازی به هر حال سیستم قدرت به طور کامل احاطه کرده این فضا رو، و با این احاطه شدن هنرمند کاملا در محدودیت اخلاقی و اجتماعی قرار داره. در نتیجه این شکافی که در طول این مدت بین مردم و جامعه هنری و اهل فکر و روشنفکر جامعه و اهل قلم به وجود اومده، شاید فرصت مناسبیه این شکاف رو محدود کرد. و از اون سمت هم نکته بسیار مهم، بحث بسیار پیچیده ایه اما من مجبورم خیلی شالودوار و خلاصه توضیح بدم. از اون سمت هم نکته بسیار مهمی وجود داره. هنرمند قاطع باید بپذیره که اثر هنرمند بدون چشم مخاطب، بدون حضور مردمی یک اثر اخته است. در اصل مردم هستند که به اثر هنری جان می بخشند. امروز مردم دیگه جانی ندارن که جان رو ببخشن. خانم اکبری، بسیاری از هنرمندان از جمله آقای کیمیایی یا شما اشاره کردید به خانم بنی اعتماد، سالها همکار این حکومت بودند، در بخش‌های مختلف کار می‌کردند. ما دیشب گفتگویی با فرج سرکوهی داشتیم که ایشون می‌گفتند افراد متنفع میشن، بهره میبرن از حکومت. و مثلا در گذشته بارها به مشارکت در انتخابات توصیه کردن. حالا که کار به اینجا رسیده چطور میتونن حساب خودشون رو جدا بکنن؟
ببینید بحث بسیار پیچیده ایه و متاسفانه نمیخوام دچار سوء تفاهم کلامی بشیم در یک گزارش خبری و بحثی نیستش که بشه در گزارش خبری گستردش کرد و لایه لایه و سال به سال توضیحش داد. ببینید ما باید به این موضوع اشراف داشته باشیم که سیستم توتالیتر و استبدادی جمهوری اسلامی به هر حال در کلیه لایه ها نفوذ کرده و به هر حال استقلال فکری و اندیشه و استقلال هنرمند رو زیر سوال برده و تو چاره ای نداری. یک گروه بسیار عظیمی هم هنرمند ما داریم که هرگز نه در فستیوال فجر شرکت کردن و همواره هم در بلک لیست و بایکوت بودن. اینکه ما بخوایم در حال حاضر قضاوت کنیم که گروهی همکاری کردن و الان در این شرایط اعلام عدم همکاری میکنن، به هر حال از دید من هنرمند در هر نقطه‌ای تصور کنه که امکان اندکی تغییر و یاری و همدردی با مردم رو داره. چون ببینید قبل از اینکه شما هنرمند باشید و اثر هنری تولید کنید، انسان بودن از همه چیز مهمتره و در اصل هنرمند یک موجودی باید باشه که نسبت به جهان شمولی داشته باشه، نسبت به اتفاق اطرافش دچار حساسیت باشه، نسبت به اتفاقات جامعهش دچار حساسیت باشه، نسبت به اتفاقات سیاسی اطرافش دچار حساسیت باشه. و من نمیخوام اصرار ببرزم به هیچ من سیاست هنر نیست، اما فراموش نکنیم که اثر هنری جدا از مبانی سیاسی به هیچ من نیست. پس در چه همچین شرایطی هنرمندی چون خانم رخشان بنی اعتماد یا آقای مسعود کیمیایی که در گذشته ممکنه به هر حال فیلم ساختن و فیلمهاشون اکران بشه در اون کشور، اینکه ما بیایم بگیم کلی اشخاصی که فیلم در اون کشور میسازن و یا فیلمهاشون در حال نمایش دادنه با سیستم همکاری دارن، به نظر من این یک مقدار نگرش دایجان ناپلئونیه و یه مقدارم از افرادی که بیرون از ایران زندگی میکنن، چون خود من که 7 سال بیرونیم، باید به شدت مواظب باشیم که ما از پیچیدگی های لحظه به لحظه داخل ایران مطلع نیستیم و ما جامعه ایران بسیار جامعه مردم پیچیده ای داره و جامعه پیچیده ایه و نمیتونیم صفر و صد کنیم و مطلق گویی کنیم. درست. و این بسیار خطرناکه. خانم اکبری، در شرایطی که کشور امکان فروش نفت نداره، هفته پیش تا آستانه یک جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا پیش رفتیم، از نظر شما این موضع گیری های هنرمندان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ ببینید در طول تاریخ ما باید بحث رو اگه بخوایم نگاه کنیم باید تاریخی نگاه کنیم. در طول تاریخ مهمترین جریان سازی ها رو جامعه روشنفکری و اهل فکر و اهل قرم و هنرمندان کردن. اما جای تأسف اجازه بدید من امروز یک پیامی از همینجا به کل دوستان در جامعه ایران بدم، هر چقدر که ممکنه محکوم بشم به دورنشین بودن و محکوم بشم به اینکه شما صحبت نکن، اما امروز من باور دارم مردم ایران به شدت جلوتر از هنرمند ایستادن، چه از لحاظ تفکری چه از لحاظ عمل کردی. در نتیجه این وضعیت ناامید کننده است. به همین خاطر باید واقعا گفت شاید وقتش رسیده که جامعه روشنفکر و اهل قلم و هنرمند این شکاف طولانی سیستماتیکی که توسط قدرت باعث شد بین لایه‌های مردمی و اعتماد مردمی نسبت به جامعه هنری و روشنفکر کم بشه و یک شکاف عظیمی به وجود بیاد و به تدریج حل کنه. سپاسگزارم از مانیا اکبری، هنرمند و فیلمساز با ما.